چند روز مانده به سرگیری تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران، در حالی که قرار بود ایران با اتحادیه اروپا در حفظ برجام تلاش کند، حالا تهران با اتهاماتی از سوی کشورهای اروپایی روبروست. تا کجا می‌تواند ایران روی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا برای حفظ برجام حساب کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. از در و دیوار برای دولت روحانی میبارد، در حالی که چند روز بیشتر تا دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه سیستم نفتی و بانکی ایران نمانده، حالا دانمارک به دلیل اتهامی که به ایران وارد می‌کند، خواهان تحریم این کشور از طرف اتحادیه اروپا است. کوپنهاگ میگوید ایران قصد ترور یک فعال حقوق عرب‌های خوزستان در دانمارک را داشته، اتهامی که ایران رد می‌کند، مثل اتهام‌های دیگری که در ماه‌های گذشته در مورد اقدامات فراقانونی دیپلمات‌هایش در خاک اروپا مطرح بوده، اتهاماتی که باعث اخراج شماری و در یک مورد بازداشت دیپلمات ایرانی شده. اتحادیه اروپا میگوید این اتهامات را جدی میگیرد، اما نمیخواهد طرح آنها به حمایتش از برجام صدمه ای بزند. همزمان طرحهای اتحادیه اروپا برای ایجاد یک سازوکار مالی که کمک کند ایران بتواند علارغم تحریم مالی آمریکا با اروپایی ها به تجارت ادامه دهد، با دستاندازهای زیادی روبرو بوده. یک کشور اروپایی حاضر نیست که دفتر چنین سازمانی را در خاک خود پذیرا شود. داستان تحریم ایران داستانی پر فراز و فرود است که حالا سر هر پیچ به یک ماجرای پیچیده تازه میرسد. در این برنامه 5 میهمان داریم تا در مورد همه این اتفاقات صحبت کنیم. مهران براتی، پژوهشگر کارشناس روابط بین الملل از برلین با ماست. محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق بین الملل از پاریس. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه آسیا از تهران. فرهاد رضایی، کارشناس روابط بین الملل از آنکارا. و اینجا در استودیو علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد سیاسی مدیریت اجرایی با ما هستن. خوش آمد میگم به همه آقایان. آقای براتی، از شما میپرسم، شما فراز و فرودهای این پرونده هسته‌ای ایران که حالا به خاطرش ایران با تحریم‌های آنچنانی رو به روست رو سال‌هاست که دنبال کردید، فکر می‌کنید که این اتفاقات اخیر که در دانمارک افتاده چه تأثیری روی حمایت اروپا از ایران و برجام خواهد داشت؟ خب به نظر میرسه که کسانی در نظام جمهوری اسلامی حضور دارن که میخوان به این وضع نجنگ نسل خاتمه بدن و برن وارد شرایط جنگی بشن و فکر میکنن در این شرایط جنگی هست که میتونن هم نظام رو نجات بدن و هم اقتصاد جنگی رو بر کشور مسلط کنن و از این وضع موجود بیرون بیاد. این عملیاتی که انجام گرفته فقط در اروپا نیست، همین زمینه به اصطلاح بگیر و ببندها و کشتنها و ترورها در داخل کشور هم هست و بنابراین یک نوع سیاستی است که فقط به مسئله دانمارک خلاصه نمیشه. سیاستی پشت این فکر هست که برای من قابل فهم نیست ولی قابل تعبیر و تفسیر هست. آقای براتی، به نظر میاد که شما 100% مطمئن هستید که این کار دست کم بخشی از حکومت ایران هست؟ بله، ببینید، خب ما تجربه داریم. مرحوم دکتر قاسملو که از طرف حزب کردستان ایران وارد مذاکره شده بود و میخواست به تفاهم و نتیجه برسه، نتیجه این به اصطلاح خاص تفاهم ایشون منجر به قتل ایشون و همراه شد. این مسئله جدیدی نیست. برخورد با مخالفین و راحل های اینگونه پیدا کردن برای ایجاد ارعاب، این مسئله ایست که در تمامی کشورهای مشابه ایران وجود داره. سیاست هایی که از طریق ارعاب میان مخالفین امید اونها رو به تغییر کم کرد و نابود کرد و این تجربه‌ایه که در ایران هم ما باهاش روبرو هستیم. آقای رضایی، به نظر میاد که آقای براتی مطمئن هستن که این میتونه کار بخشی از حکومت در ایران باشه، اما جمهوری اسلامی رو رد کرده، گفته ربطی به او نداشته، و از طرف دیگه بسیاری هم هستن میگن در این موقعیت زمانی چرا باید اصلا ایران دست به چنین کاری بزنه؟ اتحادیه اروپا قصدش این بوده که با ایران همکاری بکنه، چرا ایران باید در این شرایط دشمن تراشی بکنه؟ ببینید، مسئله اصلی در رابطه با جمهوری اسلامی و ابزار تروریسم یک نکته قابل ذکر است و اون این که اساساً تروریسم اصل جدایی ناپذیر دکترین دفاعی و ابزار سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش
و خیلی هم اختلاف نظر چندانی بین گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی در این مورد نیست. تنها اختلاف در بین گروه‌های سیاسی برای استفاده از تروریسم در زمان و مکان اجرای عملیات هستش، وگرنه خیلی اختلافی بین این گروه‌ها نیستش. مثلا بذارید براتون مثال بزنم. زمانی که جمهوری اسلامی این قضیه لو رفت که جمهوری اسلامی در واقع مواد منفجره برای حج ارسال کرده، تازگی ها فاش شد که این آقای زیر نظر خود آقای هاشمی رفسنجانی بوده. این در واقع اشاراتون به نامه آقای کروبی هست که چنین ادعایی رو مطرح کردن؟ بله، نامه آقای کروبی بله. یا پسر آیت الله منتظری این مبحث رو مطرح کردن. اما من میخوام این رو خدمتتون بگم، استفاده جمهوری اسلامی از تروریسم موضوع تازه‌ای نیست، مخصوصا توی اروپا. دادگاه میکونوس رو، قضیه میکونوس رو همه یادمون هست. منتهای مراتب این که بعد از قضیه میکونوس جمهوری اسلامی متعهد شده بود که در خاک اروپا دیگه دست به ترور نزنه. حالا این که در این مقطع زمانی مجدداً متوسل به ابزار تروریسم شده میتونه نشونگر این باشه، همونطوری که آقای براتی الان فرمایش کردن، نشونگر این باشه که بله، گروه هایی هستن که در این جدال سیاسی با همدیگه به این نتیجه رسیدن که بهترین راه ضربه زدن به در واقع این برنامه آقای روحانی برای عادی کردن روابط با اروپا، در واقع تصمیم گرفتن که این بهترین راهی هستش که بشه ضربه زد به آقای روحانی و برنامهش، وگرنه عملا ابزار تروریسم چیزیه که کل گروه های سیاسی باهاش موافق هستن. آقای صلواتی، یه نکته ای رو در مورد آقای هاشمی فرمودند، شما هم اشاره کردید، فرزند مرحوم آیت الله منتظری به صراحت اینو توضیح دادن، گفتن این که اون مجموعه‌ای که با آقای هاشمی کار میکرد، مجموعه از سپاه، لزوماً به دستور آقای هاشمی این کار رو کرده باشه، اینو نمیتونیم نتیجه بگیم، ممکنه که اصلا اینطور نباشه. من سوال من در مورد بحث اتفاقات اخیر، آره در مورد بحث اخیرم، شما یه ترم مشخصی دارید که میگین باید دید که منفعت این اعمال به کجا برمیگرده، باید بدید که برنده این پروژه، اگه پروژه این چنینی وجود داشته باشه، چی بوده. من خودم گزارش پترو، پلیس مخفی دانمارک رو به دقت خوندم. یک نفری عکاسی کرده از کسی و اینا فکر میکنن که اون عکس‌ها رو قراره که بفروشن به ایران. یعنی وقتی آدم جزئیات گزارش رو میخونه، من ازش اصلا نمیتونم و فکر میکنم که اغلب کارشناسا هم نمیتونن ازش برداشت بکنن که یک چنین استدلال ضعیفی برای این باشه که ایران یک پروژه، یک برنامه عملیاتی برای و نکته خیلی مهم اینه که بلافاصله بعد از اینکه این گزارش ضعیف منتشر میشه، اولین کسی که شدیدترین موضع‌گیری میکنه سفیر اسرائیل در دانمارک هستش. بله. که دانمارک رو دعوت میکنه به برخورد سخت با ایران. آقای شعله سعدی، به هر حال هر چه که این ماجرا باشه، باعث شده که نگرانی های ایجاد بشه در بخش هایی از گروه های فعالان اقتصادی و سیاسی در ایران که احتمال داره که این باعث فعالیت‌های اروپا، در واقع توقف فعالیت‌های اروپا در راستای حفظ برجام بشه. فکر می‌کنید چقدر این محتمل هست؟ می‌دونیم که اتحادیه اروپا گفته قصد داره که هر جور شده برجام رو حفظ بکنه. اما چقدر ممکن هست که این قضیه تأثیر بگذاره؟ ببینید، در اتحادیه اروپا به خصوص، حالا بقیه کشورها هم همینجور هستن، ولی خب اتحادیه اروپا به خصوص به صورت ویژه اینطوری هست، یک تفاوت اساسی بین گفتمان سیاسیشون و رفتار اقتصادیشون وجود داره و این در واقع منشأش تفاوت‌های اقتصادی هست که در واقع این کشور مثل و خب درسته که اون گفتمان سیاسی مرتب اعلام میکنه که به هر قیمتی به هر شکلی ما میخوایم مقابله بکنیم با اعمال تحریم‌های ایران، ولی در عمل ما رفتار اقتصادی که میبینیم از این کشورها حاکی از این نیست که در واقع عزم جزمی باشه که
به هر قیمتی بخوان این کار رو انجام بدن. و در واقع یک تلاش هایی هست در جهت مقابله با تحریم های آمریکا. البته هرچند من اساسا فکر میکنم که اتحادیه اروپا در کیس ایران متوجه این شده که آمریکا به هر شکلی که بخواد میتونه قوانینش رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه دنیا و اینا در صدد هستن حتما سازوکاری رو ایجاد بکنن که مقابله بکنن با یکتازی آمریکا. ولی این سازوکار مقابله با یکتازی آمریکا لزوماً در واقع اون هماهنگی رو ایجاد نخواهد کرد برای کیس ایران و اینکه بخوام به هر قیمتی این کار رو برای ایران هم انجام بدن. هرچند که ما مثلا کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، سوئد، دانمارک، اینها رؤساشون جمع شدن و از اتحادیه اروپا درخواست این رو کردن که ایران رو مورد تحریم های جدید قرار بده و بلافاصله هم اعلام کردن که ما هدفمون نیست که در واقع برجام رو به هم بزنیم. اینها از هم متفاوته. دقیقاً یعنی چی اینها با هم جمع نمیشه؟ وقتی شما میایید تقاضا میکنید، دانمارک تقاضا میکنه که اتحادیه اروپا ایران رو تحریم بکنه به خاطر این اتفاق، بعد طرف دیگه صحبت از این میشه که ما میخوایم هر جور شده برجام رو حفظ بکنیم، چطور اصلا اینها با هم جمع میشه؟ ببینید، ما باید یه مقدار گسترده تر به بحث تحریم نگاه بکنیم. ما در آستانه یک عصر جدیدی از نظام نوین بین المللی هستیم که در آینده ایجاد خواهد شد و تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای اعمال قدرت هست الان و از این به بعد شاید میشه گفت بهترین و پیشرفته ترین ابزار اعمال قدرت خواهد بود. و این بحث تحریم های نوین بسیار پیچیده و بسیار گسترده هست. ما در این حال میتونیم متصور بشیم که مثلا تحریم هایی که در برجام در واقع لغو شدن در فرایند برجام، اینها بشه باشون مقابله کرد اعمال مجددشون رو، ولی در این حال تحریم های دیگه‌ای که اهداف دیگه‌ای داشته باشن یا افراد دیگه‌ای رو هدف قرار بدن میتونه وجود داشته باشه. ما کیس اخیر رو داریم در فرانسه، این اتفاق افتاده و در واقع یک کیس مشابهی ایجاد شده برای یک اتهامی که به ایران زده شده. بله. و دولت فرانسه منابع مالی مثلا یه بخشی از نیروهای نظامی ایران یا اطلاعاتی ایران رو توقیف کرده و اینها رو شامل تحریم قرار داده. یعنی الان نظام تحریم های بین المللی این قابلیت رو دارن که به صورت بسیار دقیق، فردی و با اهداف خاصی در واقع کسانی رو یا کشورهایی رو هدف قرار بدن و به نتایج خاصی برسن. درش ما کاملا میتونیم توی این نظام نوین این تصور رو بکنیم که این تحریم های بخشیش ملغا بشه ولی تحریم های جدیدی اعمال بشه برای اهداف دیگه ای. بله. آقای جمشیدی، شما در ایران هستید، با فعالان اقتصادی در ایران در تماس هستید به خاطر کارتون و میشناسید فضا رو. آیا این بحث که آقای شعله سعدی مطرح میکنن که تحریم ها تحریم های هدفدار هستن، ممکن هست که افراد و بخشی از حاکمیت هدف قرار بگیرن، بنابراین اون ساز و کارهایی که اروپا میخواد داشته باشه برای حمایت مالی از ایران جواب بده، آیا این صحبت ها فعالان اقتصادی در ایران رو راضی میکنه؟ آیا اونها خیالشون راحت میشه با این حرف ها؟ خیر، ببینید، در ایران فعالین اقتصادی و تجار همه در حال زیان دیدن از این تحریم ها هستن و دارن این رو به شدت حس میکنن، گرچه که ایالات متحده هدفش رو جمهوری اسلامی قرار داده و افراد مرتبط باش و شرکت‌های مرتبط باش، ولی خب به هر حال ناگریز افراد بخش خصوصی، فعالین اقتصادی هم مرتبط با این موضوع میشن. مهمترین بخشش رو در نوسانات قیمت ارز میبینیم که خب زندگی همه رو تحت شعاع قرار میده به نحوی، فعالان اقتصادی رو. و همچنین جمهوری اسلامی یک ترفندی رو که نشون داده به کار برده و به کار میبره، سعی میکنه که تا جایی که میشود فشار رو از روی دوش خودش بردارد و به روی دوش بخش خصوصی بگذاره و این حرکت ناجوانمردانه باعث میشه که متاسفانه ایرانیان، فعالین اقتصادی و حتی مردم عادی کاملا لمس بکنن. شروع لمس این بحران‌های اقتصادی هم با تورم بسیار بالایی هست که در این چند ماه و در این روزها داریم میبینیم. در مورد سازکارهایی که فرمودین اتحادیه اروپا در واقع میخواد انجام بده، که این هرگز چیزش صحبت شفافی در موردش گفته نشد. شفافترین صحبت شاید در مورد این بود که یک سازکاری مشابه سویفت درست بشه برای تبادلات بانکی، که این به لحاظ علمی شدنی به نظر نمیرسه. وزارت خزانه داری ایالات متحده هم به صراحت اعلام کرده که
نه تنها تصمیم داره که ارتباط بانک‌های جمهوری اسلامی رو با شبکه سویفت قطع بکنه، یعنی تقریبا با 11,000 بانک از 200 کشور مختلف در دنیا، بلکه هر سازکار دیگه رو هم جلوش رو خواهد گرفت. و این تحریم‌ها به هر حال گرچه ضربه اصلی رو به اقتصاد جمهوری اسلامی میزنه، ولی قطعاً فعالین اقتصادی بخش خصوصی و فعالین خردتر هم این رو کاملاً حس میکنن. از طرف دیگه بحث این مطرح هست، همین امروز صحبت شده، آقای بولتون گفته ما نمیخوایم در راستای تحریم های ایران متحدان ما صدمه ببینن. میدونیم که بعضی از کشورها نظیر هند، نظیر کره جنوبی در تلاش هستن که معافیت های خرید نفت بگیرن از این تحریم هایی که آمریکا قصد داره به ایران اعمال بکنه. فکر میکنید تا کجا اونها میتونن موفق باشن و تا کجا این معافیت چنانچه صادر بشه آقای جمشیدی میتونه به ایران کمک کنه؟ ببینید، دولت ایالات متحده نشون داده در مورد برخورد اقتصادی با جمهوری اسلامی خیلی تمایلی نداره که این معافیت‌ها رو به کشورهای مختلف بده، ولی از طرفی کشوری مثل کره جنوبی که یک بار در مهر ماه سال 91 واردات نفتش رو از ایران به صفر رسوند و در واقع الان هم خودش رو آماده این کار کرده و کم هم کرده، این رو حسنیت خودش رو به ایالات متحده نشون داده و طبیعتاً خواستار یا معافیت‌های یا جبران در واقع خسارت‌هایی هست که ممکنه از قطع ارتباط کامل اقتصادی با جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی دولت ایالات متحده نشون داده، این دولت کنونی، که اصلاً تمایلی نداره که این در واقع معافیت‌ها رو بده به این کشورها و سعی می‌کنه از راه‌های دیگری این موضوع رو جبران بکنه. این رو خود این کشورها هم میبینیم که در روزهای اخیر کم کم از مواضع قبلیشون کوتاه اومدن و خودشون رو آماده میکنن با تحریم‌های جدیدی که ایالات متحده قراره که اجرا بکنه. بزرگترین نمونهش رو هم ما در کشوری مثل چین میبینیم که به نظر من بسیار اهمیت داره. میدونیم که چین بزرگترین وارد کننده نفت از ایران هست، روزانه به طور متوسط حدود 650,000 بشکه نفت از جمهوری اسلامی وارد میکنه، ولی الان میبینیم که شرکت ملی نفت چین هیچ ثبت سفارشی رو برای ماه نوامبر نداشته. از طرف دیگر بانک‌های چینی و بانک مرکزی چین هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی به علت عدم پایبندی به FATF اون رو گذاشته در صدر پرخطرترین کشورها برای مراوده تجاری. دیروز هم آقای اسدالله اسکرولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین این رو عنوان کردن که بانک‌های چینی هیچ کدومشون حاضر به انجام فعالیت با ایران نیستن و صادرات ایران به چین رو در واقع متوقف شده، به گفته ایشون به صورت 100% متوقف شده. حتی آقای پیر مؤذن هم از اعضای اتاق ایران و چین هم به شدت گلگی کردن از چین در حوزه روابط اقتصادیش با ایران و به نظر من چین فاکتور مهمی رو بازی میکنه در موضوع اقتصادی بعد از تحریم ها، روابط اقتصادی ایران با خارج از کشور، و این بازی چین بسیار پر اهمیت تر و بزرگتر از بازی اتحادیه اروپا به لحاظ اقتصادی میشه. آقای صلواتی، چین قرار بود که به کمک ایران بیاد، اون تصوری بود که دست کم دولت داشت از اینکه میتونه چرخشی به چرخ داشته باشه. آقای خامنه ای همین رو توصیه کرده. اگر این داستانی باشه که آقای جمشیدی میگن و الان وضعیت با چین گونه باشه، من نمیتونم آمار و ارقامی که ایشون دادن رو الان چک بکنیم و 100% ببینیم که همه چطور است، ولی اگر که اینطور باشه اون وقت تکلیف ایران چه است؟ من اجازه میخوام که به موضوع این شکلی نگاه نکنم که چین قرار بود به کمک ایران بیاد، اروپا قرار بود بیاد، آمریکا وایستاده، یا کره جنوبی و هند دارن چیکار میکنن. ببینید، این با نظریه بازی ها مدت هاست که متحول شده. ما دیگه جمع بر روی صفر نداریم که یکی حتما بازنده باشه، یکی حتما برنده باشه. کره جنوبی میدونه که خریدن نفت از ایران هزینه های حملش رو بی نهایت میبره بالا. آمریکایی‌ها میدونن که باید نفت 10 دلار ارزونتر مثلا به ژاپن بدن. نه، همش خبرایی که هست توی از سایت های خیلی معتبر، من یکی که میتونم رفرنس بدم به شما. مثلا همین امروز
بلومبرگ صحبت کرده که کره جنوبی و هند موفق شدن که معافیت بگیرن. 100% بحث همین است. بحث این است که سیاه‌سفید نیست. نه آمریکا میتونه 100% موفق باشه، نه ایران میتونه کاملا از ولی من همین رو میخوام. دقیقاً همین رو میخوام ترسیم بکنم. مثلا در مورد چین همیشون فرمودن ببینید بندر دالیان 7 برابر کرده وارداتشو. درسته که اون شرکت چیز کرده نزدیک 30 میلیون بشکه وارد کرده، 7 برابر اون چیزی که همیشه وارد میکرد، ولی اصلا به موضوع اینطوری من نگاه نمی کنم. من دارم فکر میکنم که این تحریم ها داستانش چی بوده. یک برجام تصویب شده، بعد ترامپ با دوستی و با مشورت عربستان سعودی، اسرائیل و برخی از جریان هایی که به براندازها مشهور شدند اومدن با هم دیگه نشستن مشورت کردن، گفتن ما یک تحریم های خیلی سخت دری رو میاریم میذاریم وسط و این باعث میشه که کمر اقتصاد ایران بشکنه، در نتیجه خیزش مردمی از گشنگی مردم خیزش و خیزش مردمی ایجاد میشه و نظام میفته. داستان اینه که این اتفاق نیست، این اتفاق نمیفته، این بازی یک بازی باخت باخته که همه باختن. کره جنوبی نفتو گرونتر میفروشه، آمریکا نفتو ارزونتر میفروشه، ایران نفتشو مجبور ارزونتر بفروشه. این بازیای البته این وسط مثلا روسیه بله برنده مطلق این داستان هستش، بعضی از صادرکننده های نفت برنده های مطلق هستن، مثل عراق برنده مطلق هستش، ولی این بازی بازی بازنده ایه که هیچ کدوم از طرف‌های دعوا به اون نتایج دلخواه خودشون نمیرسن. آقای رضایی نظر شما چیه در مورد صحبت‌های آقای صلواتی؟ فکر می‌کنم تقلیل این ماجرا به یک بازی فکر می‌کنم شاید یه مقداری ساده انگارانه باشه. به این دلیل که خب اولا جمهوری اسلامی الان در بدترین شرایط ممکن قرار داره، به خاطر این که خب یک سیاست خارجیش توی منطقه ایجاد نارضایتی کرده، هم در جامعه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و این خودش باعث شده هزینه های زیادی روی دست جمهوری اسلامی بذاره. بنابراین الان جمهوری اسلامی در یک نقطه بسیار بسیار حساسی هست برای اینکه خب بتونه یه جورهایی جامعه داخلی رو کنترل بکنه. فقر فزاینده هر روز داره اضافه میشه توی ایران و اگر تحریم ها در همین چند روز آینده شروع بشه، من فکر میکنم که دقیقاً باعث همون چیزی بشه، همون هدفی بشه که براش در نظر گرفتن، یعنی ایجاد نوعی نارضایتی در داخل ایران. ناگفته نمونه که در واقع مشکلاتی که در داخل ایران هست همش مربوط به تحریم ها نیست. تحریم ها عملاً شروع نشده که هنوز. بیشتر این مشکلاتی که در داخل هست، نارضایتی هایی هست، بیشتر به خاطر فساد به وجود اومده، به خاطر عدم مدیریت منابع به وجود اومده. اما بگذارید وارد بحث تحریم ها بشم که چطوری این تحریم ها قادر خواهند بود جمهوری اسلامی رو، اقتصاد ایران رو فلج بکنند. یک بحث بسیار بسیار اساسی این هستش که اولا جمهوری اسلامی، سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی یک سیستم رنتیر هست، یعنی جمهوری اسلامی با رانت تونسته یک سری در واقع مردم رو در یک حالتی نگه داره. مردم خیلی راضی نیستن اما در حالتی نگه داره که بتونه اینها رو کنترل کنه، یعنی هم با ابزار رانت و هم با فشار و سرکوب، مجموعه ای از این دوتا تا الان مردم رو راضی نگه داشته. ولی وقتی این درآمدی که جمهوری اسلامی تا الان داشته دیگه موجود نباشه، قطعا به اون هدفی که امریکایی‌ها برای تحریم‌ها در نظر گرفتن، یعنی ایجاد نارضایتی عمومی، به این هدف خواهند رسید. آقای رضایی منظورتون از رانت دادن در واقع مثلا یارانه به مردم هست یا منظورتون رانت‌های حکومتی است؟ دقیقاً ممکن روشن بفرمایید منظورتون چیه؟ رانت‌های حکومتی است. اساساً جمهوری اسلامی میگم با دو تا ابزار، یکی ابزار سرکوب و یکی ابزار این رانت دادن، رانت‌های حکومتی و قطره چکانی به جامعه تونسته تا الان حکومت بکنه. ولی بحث در واقع اصلی که من می‌خوام خدمت شما عرض بکنم اینه که شاید جمهوری اسلامی با رایزنی بتونه کشورهای اروپایی رو مجاب بکنه که اون کورسو رو نگه دارن برای رابطه با ایران، برای تجارت با ایران. ولی فشاری که امریکایی‌ها دارن میارن برای این که بتونن ایران رو از در واقع سویفت بیرون بندازن، به نظر من کار اصلی رو اون میکنه، یعنی در واقع فشار اصلی رو اون وارد میکنه. اینی هم که امریکا به کشورهایی داره یه جورهایی یه مقداری اجازه میده که مثلا نفت ایران رو بخرن، این به نظر من کمکی نمیکنه برای این که
این کشورها قرار نیست اصلا پول نقدی به جمهوری اسلامی پرداخت بکنن. اینها نفت رو میخرن، پول نفت رو در واقع در یک حسابهایی در کشورهای خودشون نگر میدارن و به شرکتهایی قرار پرداخت بکنن که با جمهوری اسلامی معامله میکنن. بنابراین بحران اصلی در جمهوری اسلامی هنوز سر جای خودش خواهد موند که در واقع به پول نقد نیاز داره، برای همون مطالبی که عرض کردم خدمتتون، برای راضی نگه داشتن مردم و برای اینکه بتونه در واقع سیاست خارجی خودش رو در منطقه ساپورت بکنه. صحیح. آقای براتی، به هر حال بحث دو جانبه است. بحث اروپا هم هست که به نوعی به خاطر اینکه آمریکا از برجام خارج شد، قصد داره که به آمریکا ثابت بکنه که اروپا میتونه برجام رو نگه داره. اول میخوام از شما بپرسم اصلا چرا اروپا میخواد برجام رو با همه این شرایط نگه داره، غیر از این بحث که بخواد به ترامپ ثابت بکنه که ما هم توانایی این رو داریم که این کار رو بکنیم، و بحث دیگه این که آیا اروپا در شرایط کنونی قصد و نیت این رو داره که به این قضیه ادامه بده، یعنی برجام رو در هر شرایطی حفظ بکنه؟ در حقیقت الان یک بهانه شده برای اینکه اروپا بتونه خودش رو از این دام سویفت نجات بده، بیرون بیاره، چون امکان این که در موارد دیگر هم آمریکا دست به تحریم‌های این چنانی بزنه کم نیست، زیاد هم هست. سویفت در حقیقت در ترجمه فارسی بگی میشه جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی. اول قرار بوده بین اروپا و آمریکا این ارتباطات مالی تنظیم بشه از طریق کدهای مشخص، بعد حالا جهانی شده این سیستم. خب الان این سیستم سویفت دو مرکز داره، یکی در بلژیک، یکی در ایالت ویرجینیای آمریکا. آمریکایی‌ها الان میگن که اگر بخواد در حقیقت اروپا بخواد این سویفت رو دور بزنه، ما برق اون مرکز ویرجینیا رو خاموش میکنیم، در حقیقت کل سیستم سویفت جهانی از کار میفته. خب این دیگه فقط مربوط به اروپایی ها نمیشه، روابط مالی خود آمریکا هم قطع میشه. اروپایی ها الان در فکر این هستن، به هر صورت به بهانه این برجام، این هست که سیستمی ایجاد بکنن که در موارد لازم دیگر مربوط به سویفت نباشه، یه سیستم جدید مالی به وجود بیاد، در واقع یک سیستم موازی و حتی جانشین. الان وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده در این مورد که اگر ما فشار زیاد بیاریم، ممکنه در همراهی و همکاری چینی ها با اروپایی ها یک سیستمی بر مبنای یورو ایجاد بشه که اون وقت دلار به عنوان وسیله ارتباط مالی جهانی از ارتباط بیفته. به همین دلیل هم گفته میشه، از ایشون نقل قول میشه که گفتن در مورد ایران اون مسائلی که مربوط به احتیاجات ضروری مردم میشه، دارو، مواد غذایی و احتیاجات دیگر، نوعی ارتباط مختصر مالی میان ایران و بانک‌های دیگر رو اجازه بدن وجود داشته باشه. ولی آقای براتی، من اجازه می‌خوام اینجا صحبتتون رو قطع بکنم، چون سابق بر این هم این تجربه اول ایران نیست. در دور قبلی تحریم‌ها هم همین صحبت‌ها مطرح شد که در مورد مواد دارویی و مواد لازم زندگی مردم در ایران راه‌های ارتباطی بانکی کماکان عمل بکنند و ایران بتونه این خریدها رو انجام بده. اینطور نشد. بسیاری از افراد میگفتن داروهایی که نیاز مردم هست در ایران قابل دسترس نبود، به دلیل اینکه اون بانک هایی که باید این پول رو به نوعی مراوده میکردند حاضر نبودند با ترسی که داشتن از سیستم مالی آمریکا این کار رو انجام بدن. خب این مسئله بوده و از سال 2012 تا 2015 این اشکالات بود، ولی بخش هم گفته میشد که مسئله مربوط به تحریم نمیشد، اونچه که مربوط به دارو میشد، بلکه مربوط میشد به احتکار داخلی که تحریما رو وسیله و بهانه قرار داده بودن برای گرانفروشی و ایجاد به اصطلاح کمبود مصنوعی. اما اون مسئله که من میخوام بهش اشاره بکنم بیشتر در این زمینه است که الان در حقیقت اروپا داره یه تجربه جدیدی رو میکنه، ممکنه در این تجربه موفق نشه، ولی هنوز هم ما نمیدونیم اون راهکارهایی که اروپایی ها و ایران میخوان در رابطه با تنظیم مسائل مالی انجام بدن در اجزا چه چیزایی هستن. گفته میشه اروپا میخواد این تجربه را قطره چکانی انجام بده، با قطره چکانی انجام دادنش میخواد
عکس العمل آمریکا رو بسنجه و ببینه کجا تا چند و چه اندازه خواهد بود. و از به همین دلیل هم خب ما میدونیم که الان در ماه گذشته در ماه اکتبر ایران کمی بیش از 1 میلیون بشکه نفت صادر کرده که این در حقیقت همون نفت مورد احتیاج ترکیه است. الان کشورهای دیگه که ایران به اونا نفت داده میشه گفته میشه که آمریکا میگه احتیاجی نیست، ذخیره نفتی به اندازه کافی است. ایران شروع کرده در نفتکش هایی که در خلیج فارس مستقر کرده نفت ذخیره کنه، انبارهای نفتی در دریا به وجود بیاره. هزینه تولید نفت ایران به اندازه 1/3 بالا خواهد رفت و با به علت اینکه درآمد نفتیش هم پایین خواهد بود ایران مجبور خواهد بود به قیمت ارزان نفت رو بده به بقیه پولی به دست ایران نخواهد رسید. بنابراین مسئله ما یکی مسئله برجام و مشکل ایران هست، یک مسئله دیگر که قد علم کردن اروپا در مقابل سیستم مالی که آمریکا بر اون حکومت میکنه. آقای شعله‌سعدی نظرتون در مورد صحبت‌های آقای براتی میخواستم بپرسم و این که یادآوری کنم برای این قضیه، برای این سازوکار مالی که کشورهای اروپایی در نیویورک بیانیه دادن، گفتن قصد تشکیل این سازوکار مالی رو دارن برای اینکه بتونن برجام رو حفظ بکنن، حتی یک کشور اروپایی حاضر نشده که دفتر این سازوکار مالی رو در خودش بپذیره. دلیلش هم نگرانی از این هستش که آمریکا چه واکنشی خواهد داشت. یکی از نگرانی ها واکنش در واقع سیاسی آمریکا هست و ولی یک نگرانی واقعی اقتصادی هم وجود داره و این هست که در واقع تثبیت این دفتر در هر کدوم از این کشورها میتونه منجر بشه که سیستم در واقع بانکی و مالی اون کشور مستقیما با آمریکا درگیر بشه و هیچ کدوم از اینها نمیخوان به تنهایی و مستقیما با آمریکا گلاویز بشن سر این سازوکاری که میخوان تعریف بکنن. و آیا اتحادیه اروپا میتونه در مجموع به شکل کلی همچین کاری رو بکنه، مثلا یک نهادی تشکیل بده زیر نظر اتحادیه اروپا مثلا در بروکسل جایی که نهادهای مربوط به اتحادیه اونجاست؟ ببینید از لحاظ فنی این امکان پذیر هست، ولی از لحاظ سیاسی باید توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا متشکل شده از تعدادی از کشورهای متفاوت با زمینه‌های اقتصادی و سیاسی متفاوت و همچنین مشکلات خیلی اساسی و بزرگی داره که فعلا بزرگترینش رو میشه برگزیت در واقع ارزیابی کرد و حالا مشکلات دیگه‌ای هم در داخل خود اتحادیه اروپا و اقتصادش موجود هست. کشورهای اتحادیه اروپا همگی همگن و یک صدا نیستن، مخصوصا در سیاست‌های خارجیشون و این کشورها بعضن بعضیاشون روابط نزدیکتری با آمریکا دارن، کشورهای ضربه پذیرتری هستند. ما در اتحادیه اروپا فقط آلمان و فرانسه و ایتالیا و انگلیس رو نداریم فعلا که این اقتصادهای خوبی دارن و میتونن در واقع حالا به نوعی در مقابل آمریکا حرفی برای گفتن داشته باشن و در واقع حرفشون رو بخوام به کرسی بشونن. ما اقتصادهای بسیار کوچیکی تو اتحادیه اروپا داریم که اینها دقیقاً وابسته هستن به اقتصاد آمریکا، به سیستم مالی آمریکا و همچنین نفوذ سیاسی آمریکا در این کشورها بعضن خیلی زیاد هست و در واقع اون همسدایی رو که ما بتونیم انتظار داشته باشیم که اتحادیه اروپا در این قالب بخواد یک صدا بشه و در واقع یک سازمان جدیدی رو تأسیس بکنه برای این منظور، این همون عدم در واقع جذب بودن اون اراده‌ای هست که من گفتم. فکر نمی کنم که اصلا در اتحادیه اروپا آنچنان عزمی جزم باشه که به هر قیمتی در مقابل آمریکا وایسن برای حمایت از ایران و این من بعید میدونم که در واقع این کشورها بخوان همچین حرکت بزرگی رو انجام بدن که یک سازمان جدیدی رو تأسیس بکنن در قالب اتحادیه اروپا و این بسیار فرایند زمانبر سنگینی هست و از لحاظ حقوقی هم در واقع وابسته هست به رأی تمام کشورهای اروپایی و از لحاظ فنی بسیار پیچیده و سخت و زمانبر هست اصلا تأسیس و ایجاد یک همچین سازمانهایی. آقای صلوات، ما ترکا یه مثالی داریم، میگن که پیس اف صاحب آدم اف صاحب بلر، آدم صاحبخونه بعد آدم رو صاحبخونه میکنه. من فکر میکنم که همین اتفاق داره در دنیا میفته. وزیر مالی فرانسه به صراحت گفت این سیستم SPV که برای ایران طراحی شده ممکنه که سازوکارهای جدیدی به خودش بگیره
و بر اساس میدونیم که همونطوری که جناب آقای براتی فرمودن سویفت یک خبررسان دقیق فنی هستش برای مبادلات بانکی. این سیستم SPV هم دقیقا همین کار رو میخواد بکنه ولی یورو بیس هستش. از طرف دیگه ما میدونیم که چین هم میلیاردها یوان سالیانه متضرر میشه برای اینکه تمام رزرواش بر روی دلار هستش و از این سیستم اگه بتونه خودش رو رهایی بده واقعا انقلاب بزرگی میشه. متوجه وای سلواتی ولی بحث زمان هست. ایران تا 3-4 روز دیگه، گرچه دولت میگه که این تحریم ها به هر حال تا الان اون چه که باید انجام میدادن و چیز دیگه ای قرار نیست اتفاق بیفته، اما به هر حال شرایط تحریم قرار هست برقرار بشه. ایران کشوری هست با 80 میلیون جمعیت، نیازهای فوری و فوتی داره. فکر میکنید این سیستمی که صحبتشو میکنید کی قرار هست که نتیجه بده برای ایران؟ اتفاقا من فکر میکنم که برای اتحادیه اروپا و چین و روسیه این یک فرصت خیلی طلایی هستش که به هزینه ایران به عنوان یه دونه پایلوتی که تمام این هزینه ها و مشکلات سرش خراب میشه این سیستم خودشون رو جلو ببرن. پروفسور استیو هانکینگ خیلی هم مشهور هستش به خاطر روش بدی تورم، محاسبه تورمش، و خیلی هم اتفاقا مورد علاقه مجموعه هایی هستش که بهشون برانداز ما میگیم. اینا در مورد خیلی دقیق با یه مقاله خیلی دقیقی هشدار داده که این روشی که ترامپ در مورد سویفت پیش گرفته باعث میشه که اون هژمونی و اون سیطره دلار شکسته بشه. خیلی ها مشتری این فرصت هستن که اینو رو بقاپنش. من ببینید، ما باید عدد توی اقتصاد مهمترین کاری که اقتصاد یا یک کارشناس اقتصاد یا اقتصاددان میکنه عدد شناسی هستش. دوستمون فرمودن که ایران در وضعیت بسیار شکننده. چرا؟ یعنی بودجه ایران روی 60 دلار بسته شده، ایران نفتش رو الان بالای 75 دلار داره میفروشه. اگه این به نصف تقلیل پیدا بکنه بازم بودجه ایران چی میکنه؟ تورم ایران زیر 25% در بدترین حالت اگه بخوایم بررسیش بکنیم، زیر 25%. در مورد خاربار و اینا بالای 50% هستش ولی تورم کلش زیر 25%. تورم چند صد درصدی، چند هزار درصدی یا میلیونی که در ونزوئلا داریم رو نداریم. و اینا خب سیستم از آقای جمشیدی بپرسم، من این جمله آخر رو بگم، ببین سیستم بودجه ریزی ایران رو نمیشناسن. یعنی اول ایران به حوزه های علمیه، به مجموعه های سپاه و بسیج و اینا میره بر اساس اون ظروف مرتبطه فیزیک، بعد اینکه اینا پر شد سرریزش به مردم میرسه. من میگم که این فشارها کمر مردم رو بیشتر خم میکنه ولی به اون هدفی که آقایون بر پی اون هستن به هیچ وجهی نمیرسه. آیه جمشیدی نظر شما چیه در مورد صحبت آقای سلفت؟ بله، عرض کنم اولا من بسیار متعجب شدم از آمارهایی که آقای سلواتی دادن، چون تقریبا هیچ کدومش درست نبودن و خیلی مشابه به آماردهی در واقع جمهوری اسلامی هم می نماید. من بله، من ارجاع میدم که آقای سلواتی رو که اینقدر با اطمینان می فرمن که هیچ جای نگرانی و ناراحتی نیست، به صحبت‌های دیروز حسن روحانی در هیئت دولت، این هستش، البته بخشی از سخنان رو از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری برداشتن، ایشون به شکلی ناامیدانه صحبت کردن در مورد اینکه قبول کردن که در ماه‌های اخیر اوضاع اقتصادی بسیار بدی در کشور حاکم بوده. ایشون گفتن که این اوضاع ادامه داره و ایشون از مردم خواستن که صبر پیشه کنن. این حرف آقای روحانی بود، حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود، در مورد اوضاع وخیمی که وجود داره. از طرف دیگه در مورد تورم همین اعدادی که ایشون میدن، اولا تورم دو رقمی خودش یک چیز بسیار وحشتناک است، نسبی هست. افتخار همین دولت در سال گذشته این بود که تورم رو یه تک رقمی کرده، الان دو رقمی است. عده‌ای از کارشناسا به سه رقمی بودن در بعضی مقاطع معتقد هستند. و در مورد آمار هم باز من تاکید میکنم که ببینید بیشتر مخاطبین شما در ایران هستن، حرف من رو الان بهتر درک میکنن. در مورد اعلام قیمت، فرض بفرمایید یک ستاد اینجا وجود داره به اسم ستاد تنظیم بازار، یک قیمتی رو اعلام میکنه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مرکز دیگه در مورد اقلام مختلف قیمتهایی رو اعلام میکنن که در بازار عملا هیچ کدوم اینها وجود نداره. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که قیمت هر
بطری شیر باید حدود 3000 تومان باشه و در همون روز اعلام این شما در سوپرمارکت من خودم شاهد بودم که این رو حدود 5000 تومان داشتیم. حدود که عرض میکنم بسته به نیم چرب و کم چرب و اینا بالا و پایین میره. در سایر اقلام هم همینجوری هست. مسئولین در واقع پروازهای داخلی و خارجی اومدن صحبت بکنن، دولت اعلام میکنه که ما به اینها عرض در واقع 8000 تومانی میدیم و اینا چون قیمتاشون رو با عرض در واقع تعیین میکنن، ولی خب عملا پروازهای داخلی به خصوص قیمتش دوباره افزایش پیدا کرده. مسئولینشون صراحتا اعلام کردن که ما بخشی از عرض مورد نیازمون رو از بازار آزاد تهیه میکنیم. به همین جهت با توجه به همه اینها ما میبینیم که این اوضاع اقتصادی به شدت بحرانی داره که دیگه یواش یواش خود آقایونم دارن بهش در واقع اعتراف میکنند، نه به این شکلی های صلواتی عرض میکنن نگاه که میفرمن نگاه که هیچ در واقع اتفاقی نیفتاده و نمیفته. در مورد عرض 4200 تومانی عرض تخصیصی دولت هم داریم میبینیم که تمایل دولت روز به روز داره کمتر میشه در مورد تخصیص این عرض به کالاهای اساسی و مطمئنا پس از 13 آبان خیلی از این اتفاقات دیگه نمیتونه بیفته روی کالاهای اساسی مثل برنج، مثل شکر، مثل گوشت، مثل خوراک دام و طیور، کاغذ و اینها. و اگر که اینها در واقع با عرض گرانتر و عرض آزاد بخوان که وارد بشن، ما شاهد یک تورم بسیار بسیار گسترده تری خواهیم بود و همینطور شاهد در واقع ورود سفته بازها، احتکارگران و سوء استفادگران خواهیم بود که اوضاع رو پیچیده تر خواهد کرد. آقای رضایی شما ساکت هستید. شما معتقد بودید که به هر حال شرایط بدتر خواهد شد بعد از 13 آبان. خیلی ها این رو میگن، الان آقای جمشیری هم به این اشاره میکنن، ولی دولت ایران میگه گزند تحریم ها از شروع دولت آقای ترامپ و حتی قبل از اون از دولت آقای اوباما بوده و چیزی تغییر نخواهد کرد. به نظر شما حالا به هر حال بحث زمان هست دیگه، ایران تا کجا میتونه مقابل این تحریم ها بیسته و تا کجا؟ به هر حال ایران یک کشوری هست با امکاناتی، با در واقع یک ذخایری، تا کجا اینها میتونه دووم بیاره؟ ببینید در دور قبل تحریم ها، قبل از برجام هم مقامات جمهوری اسلامی همین حرف رو میزدن. مثلا موقعی که یه زمانی بود آقای احمدی نژاد اعلام کرد که خیالتون راحت باشه هیچ جای نگرانی نیست، ما 100 میلیارد دلار توی حساب ذخیره ارزی داریم، در حالی که ایشون اشاره نکردن که این 100 میلیارد دلار خارج از ایران هست و هیچ راهی برای وارد کردن این پول به داخل ایران نیست. اما قبل از اینی که من این بحث رو ادامه بدم، بذارید یه نکته‌ای که آقای صلواتی اشاره کردن رو بگم. اشاره کردن با آقای استیو هانکه، ایشون میگن که آقای استیو هانکه گفتن که تورم توی ایران 23% است، که من فکر میکنم که این نقل قول درستی نیست. من تا اینجایی که دنبال میکنم ایشون میگه که تورم توی ایران 230% است. من که گفتم که آقای هانکه گفته که 23%، من همچین حرفی نزدم. الان بیننده ها هستن، خانم قاضی‌زاده هم اینجا هست، من نگفتم که آقای تورم ایران 25% گفتم، تورم ایران 25% هستش. آقای هانکه که به خاطر بر روش یونیک و خاص خودشون برای محاسبه تورم دارن و مورد علاقه شما هستن، ایشون گفتن که نفت، ایشون گفتن که هژمونی دلار با این روشی که آقای ترامپ در اختیار گرفتن در خطر جدی هستش و امیدوارم که آقای ترامپ راهشون رو تغییر بدن. این بحث هژمونی دلار چیزی نیست که تازه مطرح شده باشه، چندین سال هست که مطرح شده. حالا اجازه بدید من این رو در مورد این طرحی که اروپایی ها ارائه دادن به اسم SPV مشهور است، یه مطلبی رو عرض کنم خدمتون که این رو با سویفت اشتباه نگیرید. این در واقع یک طرح تاکتیکی و سمبولیک هستش برای حفظ روابط تجاری با ایران، ولی اون چی که در واقع به نظر میرسه اینه که اروپایی ها قادر نیستن عملا برای ایران کاری انجام بدن، چرا که امریکا میتونه این مکانیزم رو هم هدف قرار بده، یعنی طوری تحریم ها رو تنظیم بکنه که شامل این مکانیزم هم بشه. جالب اینجاست که شرکت های اروپایی هم بارها گفتن که این مکانیزم قادر نخواهد بود اینا رو حفاظت بکنه در برابر تحریم های ثانویه. بذارید آقای براتی رو جواب بدن، چون آقای براتی معتقد بله من مطلب رو خیلی سعی میکنم کوتاه بگم. بفهمه. یه جورایی شبیه بارتر سیستم است که در دوران جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی ازش استفاده میکرد برای فروش نفت در برابر کالا. یعنی همونطوری که قبلا عرض کردم خدمتتون، هیچ پولی قرار نیست به ایران پرداخت بشه. بله. کشورهای اروپایی به شرکت‌هایی که به ایران کالا می‌فروشن قرار پول پرداخت کنن و
باز هم عرض میکنم احتمال موفقیت اینتر خیلی پایینه. آقای رضا اینتر میدین آقای براتی پاسخ دادن، چون آقای براتی معتقد بودن این میتونه در واقع به خاطر اینکه اروپایی ها نگران این هستن که آمریکا چنین راجب هژمونی آمریکا صحبت شد چنین هژمونی رو بخواد ادامه بده دنبال این راه حل هستن و این میتونه راه حل اونها باشه. آقای براتی نظرتون چیه؟ آقای رضایی معتقدن این کار نمیکنه. خب این که چگونه کار خواهد کرد ما نمیتونیم پیشگویی کنیم، اما یه بحثم تو اروپایی ها هست الان که اون قانونی که به عنوان بلاکینگ رگولیشن، قانون منع، قانون انسداد تحریم ها رو سال 1995 در مورد کوبا و ایران و لیبی آورده بودن، این رو تعمیم بدن به سیستم سویفت. یعنی حتی بانک ها رو با موظف کنن که حمایت نکنن. اینکه این عملی شدنی نیست یا عملی شدنه یه مسئله دیگری است، ولی خاص این وجود داره. اینو گفتم که این ربط زیادی به مسئله ایران و برجام نداره. برجام الان یه وظیفه است، برجام یک اسلحه سیاسی است. اروپا میخواد در صحنه سیاست بین الملل حرفی برای زدن داشته باشه، وزنه‌ای باشه. این وزنه رو آقای ترامپ قبول نداره، حرکات یک جانبه انجام داده، سیستم تنظیم روابط بین المللی از طریق شورای امنیت رو به هم زده. بله. و تمامی اینها اون چیزی که در دستور کار اروپاست. این که عمل خواهد کرد یا نه ما هنوز نمیدونیم. ما یه مثلا هست که اگر توجه کرده باشید، چین و هند و کره جنوبی گفتن برای 3-4 ماه آینده ما رو معاف کنید از این تحریم‌ها. منظورش اینه که اونا میخوان منتظرم ببینن در 3-4 ماه آینده این سیستمی که مورد نظر اروپاست عمل میکنه یا نه. اگر نکرد خب معلومه حرفی که ایشون زدن میتونه به واقعیت نزدیکتر باشه. آقای شولسای نظرش خود اروپایی ها معذرت میخوام من یه توضیح خیلی کوتاه بدم. حتی خود اروپایی ها هم نگفتن که این سیستم چطوری قرار کار بکنه. من میخوام بگم که اصلا بارزترین نمونه شکست اروپایی ها در ارائه یک راه حل قابل اطمینان اینه که مهمترین بانک دولتی فرانسه بی پی آی اعلام کرد که قادر نیست در واقع یک مکانیزم مالی رو ارائه بکنه که به شرکت‌هایی که با ایران قرار تجارت بکنن کمک بکنه. به نظر من شرکت‌های بزرگ اروپایی هیچ وقت ریسک معامله با ایران رو نمی‌کنن و کنسل می‌کنن. شاید شرکت‌های کوچیک‌تر که اساساً تمرکزشون روی خاورمیانه هست و خیلی دیلی ندارن با شرکت‌های آمریکایی یا اصلا تو بازارهای جهانی نقش چندانی ندارن، اینها بتونن با ایران معامله بکنن با یه همچین سیستمی. بله. روسیه هم اتفاقا گفته بود یک مکانیزمی رو طراحی کرده به اسم کریپتوکارنسی که یه چیزهایی تو مایه‌های بیت کوین هستش. ولی خب عملا با توجه به این که ما می‌بینیم که در واقع هیچ کدوم از این روش‌ها قادر نخواهند بود دلار رو، یعنی سیطره دلار رو به چالش بکشن در کوتاه مدت، ممکنه در 30 سال آینده اینها بتونه یک رقیبی باشه برای دلار، سیطره مالی امریکا رو بخواد به چالش بکشه. بله. ولی بس اینجا جمهوری اسلامی در واقع مشکل طوریه که جمهوری اسلامی آیا قادر خواهد بود تا 1 سال آینده دوام بیاره یا نه. این سوالیه که به نظر من بذاریم. من همین سوال از آقای شولسدی بپرسم. آقای شولسدی این زمان بندی به نظر شما چقدر هست؟ جمهوری اسلامی یک بار مجبور به نرمش قهرمانانه شده بعد از چند وقت از تحریم ها، این بار فکر میکنید چقدر طول بکشه؟ ببینید این خیلی مسئله ای هست که نمیشه در واقع در مغز سیاستمداران جمهوری اسلامی میگذره و ما نمیتونیم پیش بینی کنیم این قضیه رو. و درست شرایط ایران سخت هست، ولی حالا اینکه اونها کی اراده بکنن و در چه شرایطی اراده بکنن که در واقع همچین تفاهمی رو با آمریکا انجام بدن خیلی مسئله غیر قابل پیشبینی هستش. بعضن بعضی ها میگن به هر حالت جمهوری اسلامی تحمل خواهد کرد که این 2 سال آینده بگذره و ببینن که آقای ترامپ عوض خواهد شد یا نه، یا اینکه با اومدن عوض شدن احتمالی کنگره آمریکا شاید بتونن شرایط دیگه‌ای رو در آمریکا ایجاد بکنن. حالا اینها همه در واقع حدس و گمان هست. من میخوام برگردم به مسئله‌ای که داشتید بیان میکردید در مورد این سازوکاری که در واقع اتحادیه اروپا بیان میکنه. ما نباید اشتباه بکنیم روی حرفی که زده میشه توسط سیاستمداران اروپایی. ببینید همه جا حرف از یک سازوکار جدید میزنه. من ترجمه میکنم مهمون ها بعضیاشون از یک سیستمی صحبت میکنن یا از یک در واقع مکانیزمی صحبت میکنن که به موازات سویفت قرار ایجاد بشه، قرار فوراً بیاد وضعیت ایران رو حل بکنه.
اصلا همچین بحثی رو من در واقع قالب اتحادیه اروپا یا کشور اروپایی نمیشنوم، نمیبینم. این سازوکار هست، سیستم نیست. این قراره در واقع راهی فقط ایجاد بشه که بتونن در واقع تبادلات رو با ایران حفظ بکنن و انجام بدن. بله. ما نمونه همچین سازوکاری رو قبلا در دوره قبلی تحریم توسط چین داشتیم. یعنی اونجوری که برمیاد از این صحبت ها، اینها میخوان صندوقی رو ایجاد بکنن که ایران وقتی که نفتش رو میفروشه در واقع به جای اینکه پول نفت رو به ایران تحویل بدن به این صندوق بریزن و بعد شرکت‌های ایرانی که میخوان از اروپا خریدهایی رو انجام بدن از این صندوق به اون بله اشاره شد به این شبیه نفت در برابر غذا یا اون چیزی که حالا قبلا در عراق بود. ما تجربه یک همچین چیزی رو قبلا در دوره قبل تحریم در چین داشتیم. ما چین همچین حساب‌هایی رو باز کرد و ایران در واقع نفت رو به چین میداد، چین معادل اون رو به یوان در اون حساب‌ها میریخت و بعد به در واقع بازرگانان ایرانی یک امکاناتی میدادن که از چین برن خرید بکنن، کالاهای خاصی رو وارد بکنن و اینها. ولی حتی این سازوکاری که ما با چین انجام دادیم، من برام خیلی جالب بود که وقتی که برجام حتی تصویب شد، ما حدود چندین میلیارد دلار پول توی اون حساب‌ها مونده بود و ایران حتی نتونست بعد از برجام این پول‌هایی که چین در اون حساب نگه داشته بود رو از چین پس بگیره. بس وقت خیلی کم هست. بذارید من آقای جمشیدی تهران هستن، برای ما خیلی مهم هست که یک چیز تصویری به ما بدید از اینکه در تهران در نگاه فعالان سیاسی و اقتصادی و کلا مردم چه میگذره در مورد اونچه که قرار هست تا 3-4 روز دیگه اتفاق بیفته. اگه کوتاه بگید ممنون میشم. خواهش میکنم. بله ببینید، بزرگترین چیزی رو که ما در بین فعالین و مردم ایران این روزها میبینیم، عدم اطمینان آینده نزدیک و متاسفانه به شرایط بهتر شدن شرایط هست. عدم اطمینان به جمهوری اسلامی، به سیاست‌های اقتصادی. این عدم اطمینان باعث شده که خب خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگیره، خیلی از معاملات اقتصادی انجام نشه و این خودش به تنهایی یک کلاپس اقتصادی بزرگی رو ایجاد کرده، جدای از تحریم‌ها و سایر موارد. این عدم اطمینان هم به خاطر حرف‌های دولت مردان و حاکمین بوده و هست که همواره نقض شده و همواره برعکسش ایجاد شده. نمونهش حرفای حسن روحانی در مورد اینکه ما دیگه بر نمیگردیم به فلان زمان، به فلان تاریخ، به فلان تحریم، در حالی که نه تنها برگشتیم بلکه اوضاع بدتر شده. برای همین داریم میبینیم که فعالین اقتصادی و مردم کاملا اطمینانشون رو از دست دادن. اگر هر از گاهی بنا به تصادف هم اتفاق مثبت جزئی کوچیکی هم بخواد بیفته، اکثریت قریب به اتفاق فعالین اقتصادی و سایر فعالین در کشور به دید شک به این موضوع نگاه میکنند و این نشان دهنده این هست که راهکار در واقع تغییر اقتصادی و سایر تغییرات بایستی که از راههای دیگری برود که در این 40 سال تا به حال امتحان نشده و اتفاقات اساسی تری نیاز هست، به خاطر اینکه سایر حرکت‌ها و راهکارهایی که تا الان ارائه دادن و انجام دادند همگی با شکست مواجه شده و ظواهر هم نشون میده که پیشبینی جمهوری اسلامی برای این چند ماه از اردیبهشت ماه به بعد درست از آب در نیومده و من این گیجی رو در میان هیئت حاکمه هم میبینم. متشکرم از همه آقایون. متاسفانه وقت خیلی کم هست. آقای رضایی، آقای جمشیدی، آقای شعله‌سعدی، آقای براتی و آقای صلواتی اینجا، متشکرم از همه شما و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست این برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکست با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست ما بشید. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم قرار میگیره، facebook.com/bbcpage2. ممنون که با برنامه های صفحه 2 همراه هستید. شب و روز خوش. We'll be right back.